شنبه سیاه، هفتم اکتبر 2023، ساعت 6:30 صبح شنبه، داعشی های حماس در خاک اسرائیل رخنه کردند که بیرحمانه صدها خانواده ها را در خانه های خود به قتل رساندند، سوزاندند و ربودند. نوزادان را زنده زنده سوزاندند و به طرز فجیعی کودکان سلاخی شدند. شکم زن باردار را پاره کردند و جنین را به گلوله بستند، در صورتی که جنین هنوز به ناف مادر وصل بود. بچه ها را سر بریدند و جسمانشان را سوزاندند. جوانهایی که در جشنواره صلح شرکت کرده بودند صدها نفر را قتل عام کردند، در صورتی که به دختران تجاوز کردند قبل از قتلشان و بعد از مرگشان. بیشتر از 220 نفر گروگان گرفتند، خردسالان، زن و مرد و سالمندانی که در صندلی چرخدار نشسته بودند حتی به اونها هم رحم نکردند. در بین 220 نفر گروگان 40 نفر بچه های از سن 9 ماهگی تا 14 سالگی، همه را رو بودند و امروز در غزه به سر می‌برند. و ما ملت اسرائیل هر روز و هر دقیقه تحت موشک پرانی و بمب در پناهگاه های خود به سر می‌بریم. همیشه میگن موسیقی قلب ها رو به هم نزدیک میکنه، آدم ها رو به هم نزدیک میکنه، ولی من از خودم میپرسم پس انسانیت کجا رفت؟ ولی امروز مطمئن هستم که همه ملت های دنیا به این حقیقت پی بردند که حزب الله، حماس و جهاد اسلام تروریست هستند. من در اینجا یک پیغام دارم برای این تروریست های حماس و برای مردم غزه. شما باعث شدید که مردم اسرائیل به هم نزدیک شود. شما تروریست های حماس باعث شدید که مذهبی های اسرائیلی امروز در جبهه جنگ با شماها بجنگند. شما حماس باعث شدید که صورت حقیقی خودتون رو به عرب‌های ساکن اسرائیل و مسلمانان جهان نشان دهید که هیچ رابطه بین شما و دین اسلام نیست. شما باعث دوستی دو کشور آمریکا و اسرائیل بیشتر و بهتر و قوی‌تر شدید. شما باعث شدید که کشورهای عربی و اروپایی بیدار بشند و بفهمند که شماها تروریست‌های خونخوار و بیرحم و غیر انسانی همه در کشورشان وجود دارید. نشون دادید که یک بیمارستان رو در غزه بمباران کردید، ارتش اسرائیل. اما در صورتی که دروغ گفتید و خود شما تروریست ها بودین که این بمب رو اشتباهی در این بیمارستان پرتاب کردین و این یک دروغ بزرگی بود که ما در جهان ثابت کردیم که اینها همش دروغ. ما خیلی عزیزانمون رو از دست دادیم، ولی مطمئن باشید که ارتش بزرگ اسرائیل و ملت صلح دوست اسرائیل پیروز خواهد شد. گروگان‌هایی که امروز در غزه جوان‌های ما، بچه‌های ما، پدر و مادرهای ما که امروز در غزه گروگان هستند، همه اینها باید سلامت و تندرست به کشور خودشون برگردن. ام اسرائیل خیر.